جلسه 23 نهم شهریور ماه 1398. به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، آقایان و خانم های محترم. جلسه 23 از سلسله جلسات شرح فیه مافیه رو آغاز میکنیم. هفته گذشته اگر خاطرتون باشه حکایتی رو از فیه مافیه خواندیم که در باب شمس تبریزی بود و اشارتی به احوال او، و توضیح دادیم که بنابراین چه که هم استاد محترم دکتر موحد نوشتند هم مرحوم قدیم الزمان فروزانفر، از شمس تبریزی در کتاب فیه مافیه دو گونه نقل قولها آورده شده است یا دو گونه استشهاد و ارجاع به او داده شده. یک نوع متعلق به زمانی است که شمس در قید حیات بود و مولانا امیدوار بود به بازگشتن شمس به قونیه، و نوع دوم یا بخش دیگری از این حکایات معطوف است به روزگاری که شمس روی در نقاب خواب کشیده و به جهان باقی شتافت. حکایت دومی که یا فقره دومی که نوبت پیشین خواندیم و تکمله آن رو وعده کردم که این جلسه به بحث بگذاریم، یادی از شمس تبریزی در آن رفته است با عبارت قدس الله سره که مشخص است وقتی که پاک باد مزار او یاد می شود به شمس در گذشته ارجاع می دهد مولانا. خب از اونجایی که نوبت پیشین خواندیم آغاز بکنم، از انتهاش تا بحث رو پی بگیریم. گفتم که طعن یا نقد مایلدی هم، نقد نرمی هم یا نیمه نرمی هم اینجا به فقها میکنه، و اشاره کردم که این مشی مختار مولانا یا بگوییم مشی که با بسامد بالا در آثار مولانا بروز و ظهور کرده باشه نیست. از این حیث مولانا با حافظ خیلی فرق میکنه، اما جاهایی که ذکر شمس به میان آمده است یا اشارتی به او رفته، یادی هم هر از گاهی به یادی هم از فقیهان کرده است. شما فی المثل این یک بیت مشهور حافظ رو در نظر بگیرید، از این دست ابیات کم نیست در دیوان او که اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش بود دماغ را تر. به این صراحتی که یاد کرده حافظ از فقیهان یا از واعظان غیر متعز یا زاهدان عبوس یا پشمین پوشان تندخو، با این تعابیر ما در آثار مولانا کمتر سراغ داریم. اما خب به هر حال چنان که خواهیم دید و نوبت پیشم اشاره کردم، بر زیرکی فقها زیرکی رو به معنای منفی به کار برده است. مولانا اشاراتی کرده و خب از این حیث قویاً تحت تأثیر شمس بوده که نوبتی پیشین ذکرش رفت. به عنوان نمونه هم کتاب ملت عشق علی شفق رو هم من معرفی کردم و توضیح دادم برخی از صحنه های مناظره‌ای که شمس با پاره از طلاب یا فقه پژوهان داشته است، چنان که در آنجا روایت شد. خب میگوید که از اینجا خواندیم: یکی پیش مولانا سلطان العارفین شمس الدین تبریزی قدس الله سره گفت که من به دلیل قاطع هستی خدا را ثابت کردم. بامداد مولانا سلطان العارفین فرمود که دوش ملائکه آمده بودند و آن مرد را دعا می کردند که الحمدلله خدای ما را ثابت کرد، خدایش عمر دهاد. در مقام تسخر زدن و عرض می شود تعنی زدنه که گویی حالا به لسان امروزی ما معطل و منتظر بودیم که تو خدای ما رو ثابت کنی، یا منتظر بودیم تو به ما بگی به اصطلاح. در حق عالمیان تأثیر نکرد، ای مردک خدا ثابت است، اثبات او را دلیلی می نباید. اگر کاری می کنی خود را به مرتبه و مقامی پیش او ثابت کن، وگرنه او بی دلیل ثابت است. و این من شیء الا یسبح به حمده، که گفتن آیه عرض می شود که یکی از آیات قرآن است از سوره اسراء، و اشاره به این که هر چیزی
بر روی این کره خاکی یا در هستی خداوند رو تشریح بده. خب البته این نگاه رو یک ذهن فلسفی که خو کرده به این که جهان رو و مدعیات رو به نحو آرتیکولیت یعنی صورت بندی شده و جستیفاید یعنی موجه شده به پذیرت خوش نمی آید. ذهنی که فرض کنید در سنت فلسفه تحلیلی بالیده است یا در سنت فلسفه قاضی و گرته استدلال ورزیه و اینکه مدعیات رو پای مدعا رو به اندازه یک گریم دلیل دراز بکنه و اگر مدعای اقامه میشه دلیلی لهش اقامه نمیشود به قول بوعلی به حالت تعلیق در آورد حضر گفتی بوقعت امکان بگه علل اصول ممکنه اما مادامی که دلیلی اقامه نشده من اون رو نمیپذیرم. اینو یه فیلسوف یا فلسفه پژوه میگه اما اینجا هم مولانا که خودش عارف هست و هم شمس تبریزی که عارف مسلک است و تعنی توامان در فقیهان در جای خود و فیلسوفان و زاهدان زده است از زبان او شما بشنوید و اینکه برای خداوند دلیل آوردن کار عبثی است از نظر ایشان چرا که او بی دلیل ثابت است. آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو مداد چرا که در مثنوی آورد. همین رو میگه در واقع به نزد او خداوند مثال خورشید فاش وسط آسمان و اگر کسی او رو نمیبینه به تعبیر رایج ما از خودش مشکل. آفتاب آمد دلیل آفتاب میخوای ببینی آفتاب وجود داره یا نه نگاه به آفتاب بکن از هر من شمس به تعبیر رایج میان ما خود آفتاب که دلیل نمیخواد وجود خودش دلیل حضورش گر دلیلت باید از وی رومت ها روت و بد نگردون آفتاب رو میبین توجه میفرمایید. این که میگه که ای مردک خدا ثابت است اثبات او را دلیلی می نباید دلیلی نیست که خدا را ثابت کنی اگر کاری میکنی خود را به مرتبه و مقامی پیش او ثابت کن به همین معنی است. یعنی از این منظر و خواستگاه نظری نشأت میگیره. خب این مال کسیست که نگاه عرفانی به هستی پیشه کرده باشه. به تعبیر مولانا در مثنوی عارفان را سرمه ای هست آن بجوی تا که دریا گردد این چشم جوجود. یه سرمه ای هست که اگر بر چشم بکشی به نحو دیگری عالم رو میبینی اما خب مادامی که اون رو نکشیدی یا چنان که ما فکر میکنیم نکشیده ای و دیگرگون نشده ای و تبدیل مزاج در تو محقق نشده خب آثار و نتایجش رو هم نمی. خب بعد از اینجا میره به سر وقت فقها یعنی بعد از این تعنی که در کسی که فیلسوف مشرب بوده دیگه یک کسی که گفته من دلیل قاطعی له هستی خداوند آورده ام و این گونه او رو مردک خطاب میکنه و تعن در او میزند بعد میاد به سر وقت طایفه فقها میگوید در این شک نیست که این فقیهان زیرکند و دهن در ده میبینند در فن لیک میان ایشان و آن عالم دیواری کشیدن برای نظام یجوز و لایجوز که اگر آن دیوار حجابشان نشود هیچ آن را نخوانند و آن کار معطل ماند. توجه میفرمایید اشاره کردم و امروز بحث بیشتری میدهم که نظام یجوز و لایجوز به کار و بار فقها اشاره مستقیم داره که خب فقها در حصار نظام روا و ناروا بگید یعنی یجوز یعنی جائز است و لایجوز یعنی جائز نیست. فقط جالبه میگه که یجوز و لایجوز به درستی سخن مولانا این است که به امور دنیوی معطوفه دیگه این کارو بکن این کارو نکن. به تعبیر فقها احکام فقهی در یه تقسیم بندی کلام منقسم بر دو قسمن باب معاملات و باب عبادات. خب همه اینها خصوصا باب معاملات معطوف مناسبات و روابط میان انسان ها و همین خاطرم راجع به ارث راجع به خرید راجع به فروش همه آنچه که در مناسبات انسانی در جامعه جاری سالیه به اون کار داره و فقیش به این معنا در حصار این نظام میمانه برای سخن گفتن و افتاد یعنی فتوا دادن و با آن درس دیگری کنه. بعد جالبه میگه کسی که معطوف به این اموره از ورای آن که عالم غیب و ملکوت باشه در حجاب میمانه
و اگر آن حجاب نباشه اصلا نمیتونه ذهنش رو با این مسائل مشغول بداره. توجه دارید این چه میگوید؟ که اگر آن دیوار حجابشان نشود هیچ آن را نخوانند و آن کار معطل ماند. یعنی تو گویی برای اینکه فقیه معطوف به مناسبات و روابط این جهانی بشه و در مقام افتا براید، باید چشم از عالم غیب و ملکوت برگیره، نه اینکه اون رو انکار بکنه با، بلکه توجهش معطوف به امور دنیوی و این جهانی بشه. خلاصه میکنید در زبان عربی توجه دارید وجه به معنای صورت است. درسته توجه به معنای تحت و لفظی یعنی صورت رو از جایی برگرفتن و به سمت دیگری دوختن و نگاه کردن. اگر من فرض کنید که از این تابلو که دارم نگاه میکنم روم رو برگردانم به سمت در، به لحاظ تحت و لفظی این کار میشه توجه کردن، یعنی صورت رو از جایی بر میگیرم و به سمت دیگری میدوزم و معطوف میکنم. این معنای تحت و لفظی توجهه. بعد رفته رفته اون معنای غیر تحت و لفظیش که متضمن تفتون پیدا کردن، عنایت کردن به امریز برجسته شده. حالا این که میگه اگر فقها این دیوار اگر حجابشون نشه نمیتونن این کارو بار خودشون رو بکنن، یعنی باید معطوف به این جهان بشن، توجهشون باید اینجایی بشه تا نظام یجوز و لایجوز مشخصتر و شسته‌رفته‌تر پیش برن. عنایت دارید؟ خب در این حال اون نقطه‌ای که از جنس نقد است و طعنه است، چنان که من در میابم و در این عباراتی که خواندم هم کم و بیش هویداست، رو شاید با اشاره و استشهاد به فقراتی از مثنوی بهتر دریابی. این که میگوید بین این دیوار و آن، بین این عالم و آن عالم دیواری کشیده برای نظام یجوز و لایجوز خود طایفه فقها، گویی که چنان که ابیاتش رو خواهم خوان به نوعی خودشناسی رو چون محور قرار داده مولانا و اون رو برکشیده، تلویحاً داره میگه که کسانی که در یجوز و لایجوز میمانند خیلی و البته که توجهشون به عالم ملکوت و ماورانیست، اینا رفته رفته خودشناسی رو همچنان که باید انجام نمیدهند. تو گویی که از امر اصلی که عبارت باشد از خودکاوی و خودشناسی باز میدهند یا اون کار کمرنگ میشه. در مثنوی میگه که گوید او که روزگارم میبرند، خود ندارد روزگار سود من. گویه در کارم براوردن خلق، غرق بیکاریست جانش تا به هم. صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن ظلوم. توجه می فهمید؟ داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. که همی دانم یجوز و لا یجوز، خود ندانی تو یجوزی یا عجوز. قیمت هر کاله میدانی چی چیست، قیمت خود را ندانی احمدیست. سعدها و نخصها دانسته ای، ننگری سعدی تو یا ناشسته ای. جان جمله علمها این است، این که بدانی من کیم در یومدی. خب میبینید این تعابیر رو که صریح هم هست و توضیحی که میده در باب اهمیت خودکاوی و خودشناسی و اشارهی که به یجوز و لایجوز میکنه، همین تعبیریست که اینجا در فیه مافی هم آورده است و طایفه فقها رو مد نظر قرار میدهد و نقد میکنه که آنچه مهمه عبارت است از خودکاوی و خودشناسی و دانشی که معطوف به این امر نباشد، منتج به خودشناسی و خودکاوی نباشد، نشود، فایده ای ندارد. گوید او که روزگارم میبرند، خود ندارد روزگاری سود من. دوباره ابیات رو میخوانم براتون. صد هزاران فضل داند از علوم. شما این علوم رو اهم از فقه بدانید، فلسفه بدانید، به تعبیر امروزی ها علوم تجربی بدانید، empirical sciences. صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را میندانند آن ظلوم. یعنی خودش رو نمیشناسه،
خودکاوی و خودشناسی نکرده است، بند از بند و تار از پود ضمیر و وجود خیش نگشاده است. داند او خاصیت هر جوهری، هر چیزی رو میدونه، در قیام جوهر خود چون خرید. و بعد که همی دانم یجوز و لا یجوز، میگی من یجوز و لا یجوز میدانم، باید و نباید بلدم، در مقام اشکا برایم میتوانم صحیح رو از سقیم تشخیص بدهم. خود ندانی تو یجوزی یا عجوز، خودت رو نمیشناسی، علمت افزون شده است، انبان ذهنت از دیتا و داده ها پر گشته، اما خودت رو نمیشناسی. قیمت هر کالا میدانی که چیز، هر کالایی رو میشناسی اما خودت رو نمیشناسی. اینو نکته ایست که ابیاتی که از مستنی خواندم مکمل فقره ایست که از فیه مافی با یکدیگر مرور کرده و اهمیت خودکاوی و خودشناسی به روایت مولانا رو توضیح میده. به تعبیری که امروز ما به کار میبریم در روان شناسی و روان درمانگری، به هر حال سلامت نفس متضمن خود پالایی و مراقبت از خوده. مراقبت از خود مسبوق به اینه که من خودم رو بشناسم، نقاط قوت و نقاط ضعف خیش رو بدانم، حالا چه خودم چه به مدد کس دیگری که این آینه رو در مقابل من قرار میدهد، و بعد از آن طریق بکوشم استعدادهای خود رو منقح بکنم و احیانا اگر کجیها و از می شود که پلشتیهایی در من هست یا استعدادهایی که پرداختن به امور دیگه مانع از تحققشون میشه، اونها رو کنار بذارم، چون وقت ما هم زیاده در این دنیا، و به این طریق سلامت روان و خودشکوفایی یا سلف اکچوالیزیشن رو تجربه کنم. این اون مقوله ایست که خب امروزه در روان درمانگری، مشاوره روان شناسی و مضامینی و مقولاتی از این دست به تفصیل به بحث گذاشته شده و به فرد کمک میکنه که خودش رو بشناسه. خب این بیان مولانا قدیمه، اما خب حکایت همیشگی بشر است، چون ما به هر حال موجوداتی هستیم که مشترکاتی با پیشینیان خود داریم، مشترکات کمی هم نداریم، به همین سبب هم بازخوانی میراث عرفانی پسکش میتواند به من و شما در روزگار کنونی کمک کند، هرچند در جای خود صدقه نقادانه هم میباید که به نظر من پیدا کنه. خب از اینجا مولوی اشاره میکنه به جمعهایی که با دیگران داشته است، و خب من و شما که توفیق دیدار این مرد بزرگ رو نداشته ایم، از خلال این سخنان میفهمیم که او هم از نشست و برخاست با برخی ملول میشده، از نشست و برخاست با برخی اوقاتش خوش میگشته، و همه اینها در مکتوبات و آثار برجای مانده از مولانا موج میزنه و میشه اونها رو سیر کرد. و به هر حال توضیح میدهم، شاید نابغه‌ای مثل مولانا که هم به لحاظ هوشی در اوج بوده و هم عارف مسلک و اهل خودکاوی و خودشناسی، به هر حال برخی از این نشست و برخاست ها که شاید جنبه اجباری یا دست کم دودربایستی داشته، احوال او رو ناخوش می کرده. هم دیگران گل من می شدن و هم او، و این بخش از فیه مافی شاید از این احوال به نیکی پرده برگیره و درک ما رو جامع الاطراف‌تر بکنه از نحوه زیست مولانا. میگوید اکنون این قوم که بر ما می آیند، اگر خاموش می کنیم ملول می شوند و می رنجند، و اگر چیزی می گوییم لایق ایشان می باید گفتن، ما می رنجیم. می روند و تشنیع می زنند که از ما ملول است و می گریزند. هیزم از دیگ چه گریزند؟ الا دیگ می گریزند، طاقت ندارند. پس گریختن آتش و هیزم گریختن نیست، بلکه چون او را دید که ضعیف است از وی دور می شد. پس در حقیقت علا کل حالن دیگ می گریزد،
پس گریختن ما گریختن ایشان است. ما آینه ایم. ما آینه ایم. اگر در ایشان گریزی است در ما ظاهر می شود. ما برای ایشان می گریزیم. آینه آن است که خود را در وی ببینند. اگر ما را ملول می بینند آن ملالت ایشان است. برای آن که ملالت صفت ضعف است. اینجا ملالت نگنجد و ملالت چه کار می کند؟ خب به نظرم این بخشی رو که خواندم، چون که دکتر موحد هم در کتاب اصطلاح به حق توضیح داده اند، میشه فهمید که نمایانگر برخی از گرفتاری های مولوی است با مریدانی که جهانشون دنیاشون با او فرسنگ ها فاصله داشته. خب ظاهرا مولانا پیش از پیوستن به شمس و مواجه شدن با او با آنان گرم می گرفته و نیاز روحی آنان رو برآورده می کرده. ایشان هم همینطور. اما پس از آشنایی با شمس و اون تبدیل مزاجی که در مولانا پدید آمده بود، دیگه چندان حوصله و تحمل مریدان رو نداشت و کسی رو به حریم خود راه نمیداد. خب میدانید صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلفی در اداره خلیفگان مولانا بودند تا جمعیت مریدان رو اداره بکنند. و بعد چنان که نوبت‌های پیشین هم دیده این، برخی از امرا و بزرگان هم مثل معین الدین پروانه که در قومیه سمتی داشته در یکی از جلسات به تفصیل این پرداخت، می آمدن به زیارت مولانا و او نمی تونست رو پنهان کنه و در جمع حاضر می شده و به تناسب مجلس هم سخن می گفته. اما خب ظاهرا دو سویه بوده، یعنی از یه جایی به بعد نه مولانا احوال اون افراد رو یا دست کم پاره ای از مراجع کنندگان رو می پسندیده، به لحاظ روحی هم سنخ و هم جنس بودن، نه احتمالاً سخنانی که ایشان می گفتند مولانا رو خوش می آمد. این که میگه این قوم که بر ما می آیند اگر خاموش می کنیم ملول می شوند و می رنجند، به این خاطره که حرف درخوری نمی یافته. می دونید شما وقتی با کسی نشسته اید که دنیاهاتون متفاوته، یا اگر روزگاری هم سنخ و هم کلام بوده اید، حالا عوض شدید، یا شما عوض شدید یا او عوض شد، و بعد دوباره که کنار هم میشینید حرفی چندان برای گفتن و شنیدن نیست. خب من اگر احساس کنم سخنانی که شما میگویید به کار من نمیاد یا حرفایی که من میزنم به درد شما نمیخورد، آدم به نحو طبیعی خاموش میشه. میگه اون وقت وقتی که خاموش میشیم اینا ملول میشن، حالا به تعبیر رایج ما میگن خودش رو گرفته لابد، یا عرض می شود که از نشست و برخاست با ما حالش خوش نمیشه، که واقعا هم همینطور بوده به سبب این تغییری که در نگاه و نگرش پدید آمد. بعد میگه اگرم خاموش نشیم، یعنی بخوایم حرف بزنیم باید یه مطالبی در خور آنان بگیم، که بعد میگه ما میرنجیم، یعنی اون وقت اون حرفایی که من میزنم چون باب طبعم نیست، از جانم بر نخواسته و لاجرم بعد در زمین مخاطب هم جان میکنه، ما رو میرنجون. و به همین خاطره که به نوعی از گریز خود نسبت به آنان یاد میکنه مولانا یا اشاره میکنه، چون دیدید میگه در حقیقت گریختن ما گریختن ایشان هست، یعنی وقتی که ما میگریزیم اونها هم میگریزند، یا اونها میگریزند ما میگریزیم. من مولانا. و بعد این قصه آینه صفت بودن تعبیر جالبیه، میگه اونا نباید از سرگرانی ما شکایت کنن، از سرسنگین بودن ما به تعبیر رایج، برای فاصله ایست اینها از ما گرفتند ما هم سرسنگین شده این به نحو طبیعی. من آینه هم و آینه چیزی جز آنچه که در مقابل او قرار گرفته است رو نشان نمیدهد. آینه آن است که خود را در وی ببینند. اگر ما را ملول میبینند آن ملالت ایشان است. اینا خودشون ملولند به سبب اینکه صحنه های تماشایی و چشم نواز در ضمیر خود سراغ نمی گیرند و اوقاتشون خوش نیست، جریانات ضمیر اون چالاکی رو نداره و خب چون ملولند چون چالاک نیستند، من که آینه صفت در مقابل ایشان قرار می گیرم از من ملول می شه.
اما در واقع من اون رو نشان میدهم، همه رو با هم اینجا داره مولانا به کار میبره، یعنی هم خودش ملول میشه هم میخواد بگه اونها هم ملول هستند، یا به تعبیر مولانا اون تراوت و شادابی رو ندارن به سبب اینکه دنیاشون همون دنیای پیشا شمسی مولاناست. توجه میفرمایید اون تحول احوال، اون تبدیل مزاج درشون صورت نگرفته و چندان از همسخنی با اونها مولانا اوقاتش خوش نمیشه و این رابطه دو سویه است. جالبه اگر ما در تجربه های شخصی خودمون نگاه بکنیم، نه در مقام مقایسه با اون بزرگوار فلک پیمای چوسخیز، او که جای مقایسه نداره، من خودم را عرض میکنم حقیقتا، اما نگاه بکنیم تجربه زیسته خود و احیانا تطوراتی که در طول زندگی پیدا کرده این نگاهمون که عوض شده و دایره دوستان و کسانی که با اونها معانست و مجالست داشته ایم هم در درازنای زمان تغییر کرده، به نوعی میفهمیم سخن مولانا رو. بله بخشی از دایره دوستان و افرادی که با اونها ما معانست و مجالست میکنیم به اجباره، یعنی مدرسهی که من میروم، دانشگاهی که ما رفته ایم، شما رفتید، همه اینها خب آدم رو لاجرم با کسانی هم کلاس و هم نشین میکنه که تا پیش از آن نکرده است. اما در اونجا ما دست به گزینش میزنیم، دست به انتخاب میزنیم و بعد پاره از این انتخاب ها و گزینش ها چند سباهی دل گرم کننده است، دلپذیره، بعد میتونه عوض بشه. و از این که کسی به من یا شما بگه عوض شدی و به نحو طبیعی دایره آشنایان فرد تغییر بکنه، مناسبات او، جنسش و بسامدش فرق بکنه، این فی نفسه در خود مذمت و ملامت نیست. باید ببینیم به کدام سمت حرکت کرده است. اگر نوعی شکوفایی و سلف اکچوالیزیشن رو به همراه داشته، چه باک سلف تغییرات در اینجا مدخلیت نداره. مرادم از مدخلیت این است که داوری نهایی رو در واقع اون نمیشه. ببینید، بذارید از یک رمان تحسین شده در سطح جهانی استفاده بکنم، شاید از این حیث بتونم این سخن مولانا رو بهتر توصیح بدم و همچنین مقوله دیگری و مفهوم دیگری که از قضا شمس هم در دایره سلسله جنبانان اون بوده است. اینا میتونن این سخن مولانا که حدیث نفس است رو هم بهتر توضیح بده و هم به کار اینجا و اکنون ما در سطح خودمون و در تنظیم مناسبات و روابط روزمرهمون بیاد. اون رمان پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی هست. داستان ساده است همونطور که میدانید، اما مضامینی داره، معانی که در بابش بسیار میشه سخن گفت. چندی پیش که کتاب یالوم خانان رو میخواندم، در واقع یه خندبوکی که متضمن گزیده ای از آثار اروین یالوم، روان درمانگر و روان پزشک مشهور معاصر است که به گزینش ایشان و دیرانش او منتشر شده است، دیدم که در یکی از فصلها به تفصیل به این رمان پیرمرد و دریا هم پرداخته. ظاهرا البته شخصیت دلنگیز و ارزش و دلچسبی نداشته همینگوی، آنطور که اینجا آورده و من در جاهای دیگری خوانده ام. خودش به اصطلاح مصاحبت با او امری لذت بخش نبوده. ظاهرا چنان که من خوانده ام گیر و گرفتاری هم داشته، شخصیتش و اصلا بودن با او چندان شدنی نبوده. آدم عبوس و عصبانی که صفر تا صد پایین داره بزرگ جوش می آورده و حالا زندگی شخصی متلاطمی که داشته. باری. اما این اثر یه اثر درخشانیست و آنچه که ازش میشه مراد کرد، من سه نوبت تحت عنوان زندگی اصیل دو سال پیش فکر میکنم حدودم سخن گفتم در مرکز ولیعصر، شاید دوستان فایل های صوتی اون رو شنیده باشند یا حالا شاهد بشن اون رو بشنوند. در اونجا هم یادمه در یکی از این جلسات به تفصیل به این رمان پرداخت. نمیخوام امروز به تفصیل به این اشاره کنم، اما به مصداق گندمش بستم که پیمان است رد و به مصداق این که آدم لب یک سخن رو بگیره و حواشیش رو درگذره،
اشاره می کنم و نسبتش رو با این کلام مولانا بر می رسم. ببینید اونجا سخن اینه که یه پیرمردی به دریا میره و یک ماهی بزرگی صید میکنه با سختی، چون فکر می کرده دیگه جسمش عاجزه یا کم توان و ناتوان از این که بتونه این کار بکنه و بعد بر می گرده به سمت ساحل. در مسیر بازگشت به ساحل انواع ماهی های خرد و درشت و کوسه ها حمله می کنن به این ماهی چاق و چله بزرگی که روی کشتی آویزان شده بود تا پیرمرد ماهیگیر و دریا دیده اون رو به ساحل هم برسن. خب در این که کشتی رو عرض می شود که برگردانن و وارو نکنن و احیانا پیرمرد غرق بشه در دریا یا مشکلی پیدا کنه، از این امر در این امر موفق نمیشه. اما هر کدام تکه تکه بخشهایی از این ماهی بزرگ رو که آویخته بوده روی دریا میکنه، به نحوی که وقتی پیرمرد به ساحل میرسه دیگه کم و بیش چیزی از استخونهای ماهی و پوستش در جای نمانده. خب حالا از این داستان ساده و نمادهایی که در آن رفته چه استفاده میشه برای این بحث کرد؟ شما اون ماهی بزرگ آویخته رو نمادی از سلف و خود ما ببینید و این تکه های خرد و درشتی که از آن کنده میشه توسط ماهیان خرد و درشت و احتمالا کوسه ها رو بخش های مختلف ما بگیرید که توسط دیگران دریده میشه. وقتی که من بخواهم به شکل اونها درم یا مطابق با میل اونها زندگی بکنم یا از پاره دل مشغولی ها و علاقه اصیلم دست بشون برای اینکه شخصیت مهر طلبی اگر باشم دوست دارم مهر دیگران رو به خیلی از قیمت، به قیمت زیاد یا به هر قیمتی به تعبیر دقیق تر بخرم، به دست بیارم. مهر طلب اگر باشه کاراکتر من، تیپولوژی من و نخوام کسی از من برنجه به هیچ قیمتی و خواسته های اونها رو برآورده کنم، این میشه مثل همین ماهی که عرض میشود همینگوی قهرمان داستانش با خود به ساحل میآورد، اون خود پاره پاره scattered self اینجوری شکل میگیره. خب حالا ببینید عده‌ای از ما این رو اختیار میکنن، یعنی اگر بخوام در این سیاق استفاده بکنم، ملالت خود رو به جان میخرن به این قیمت که دیگری ملول نشه. اگر همین مثالی که مولانا زده رو بخوایم گوش به کار ببندیم، خب حالا ممکنه عمر یا زید خرسند بشن و اما به چه قیمتی؟ به این قیمت که فرد بعد از مدتی، چون یه بار و دو بار نیست، یک شب و دو شب نیست در این سیاقی که آورده مولانا، اگر بخواد همون مرام ثابت رو پیش بگیره و با افرادی که همین سنخ و هم جنس اون نیستند به لحاظ دماغی و روحی نشست و برخاست کنه، خودش پاره پاره میشه به این قیمت که رضایت دیگران رو به دست میگیره. اما اینجا مولانا مسیر دومی رو اختیار کرد، میگه خب از ما میرنجن اما ما آینه صفتیم، در واقع منم از اونها میرنجم چون من عوض شدم و مطابق با میل اونها نشستن و سخن گفتن و برخاستن خب من رو ملول میکنه. توجه فرمودید؟ در این صورت ما میرنجیم، ما یعنی مولانا خودش رو میگه و شمس تبریزی یا برخی از اون مریدان اصیلی که احوال او رو میفهمیدن برخلاف دیگر. خب نکته ای که از این میشه دریافت و به نظرم با زندگی پرتلاطم کلی ما هم نسبتی دارد این است که آدم بداند میخواهد چه کند. اون scattered self رو میخواد نگه داره، خود پاره پاره شده، خود تقسیم شده، یا اون خودی که اصالت داره و البته به این قیمت که ادهی از اون میرنجند یا نوعی خلاف آمد عادت پیشه میکنه یا در مناسبات و روابط پیشین بازنگری میکنه. ظاهرا مولانا دومی رو اختیار کرد.
در میان مدت هم اگر ما نگاه بکنیم اون شق اول رو اختیار کردن رضایت دیگران رو به خاطر به همراه ببخشید می آورد به این قیمت که من از خودم کمتر راضی بشم و وقتی من از خودم کمتر رضایت داشته باشم با خودم هم کمتر می توانم بکشینم و از نشست و برخاست با خود چندان لذتی نمی برم. توجه می فهمید به این معنی اون سلف اکچوالیزیشن و خودشکوفایی در من محقق نمیشه. خودی که معطوف اولا و به ذات به دیگران و به دست آوردن رضایت اونها به این قیمت که خود او ملالت رو به جان بخرد. خب اون نکته دومی هم که مایلم در اینجا ذکر کنم و از این بحث درگذرم این است که چنان که پیشتر گفتم و میدانید شمس الدین تبریزی در زمره ملامتیه بود، جماعتی که ملامت دیگران رو به جان می‌خریدن و باکی از این امر نداشتن. خب خریدن ملامت دیگران به جان بخشیش هم اینه، یعنی شخصیت‌هایی که نمیگم به هر قیمتی ها، نه اینکه فکر کنیم پس فرض بفرمایید آدم هیچ باکی نداشته باشه که دیگران رو اذیت کنه یا نه، قاعدتا این هیچ مد نظر نیست. مراد اینه که فرد به بهای این که دل دیگران رو به دست بیاره، در چشم ایشان محبوب بنشیند، از پاره از اموری که برسازنده قوام شخصیتی او و ضمانت کننده سلامت روان او هستند در بزن. ملامتی گری به این معنی. خب برخی افراد هم انصافا داشتن این جماعت و گروه قلندریه یا قلامتیه که شمس تبریزی از آنها بوده، حافظ شیرازی ظاهرا متعلق به اونها بوده، فقراتی از منطقه طیر عطار به ما میگه، عطار نیشابوری هم بی عنایت به این امر نبوده، داستان شیخ صنعان از این هیچ زبان زدش که در بند ناموننگ نبود. شیخ صنعان از وقتی که دل باخت به دختری ترسازاده، حالا ای حاله یه بصیرت هایی در کار این جماعت به چشم میخوره و البته برخی افرادها و امولی که شاید ما امروزه اونها رو نپسندیم. لب آنچه که از ملامتیه میشه گرفت که اینجا با سخنان مولانا در تناسب است، از این قراره که با چی آدم لزوماً به دل ندهد اگر دیگران او رو ملامت کنه. مهم اینه که برای چی او رو ملامت میکنن. اگر شرط و خطایی مرتکب شده، حق کسی رو خورده، ظلم کرده، بعد اون ملامت رواست و ما چون در جامعه زندگی میکنیم مناسبات انسانی مهمه، نباید حقوق دیگران رو ضایع کنیم، آزار اذیت کنیم، تهمت بزنیم، دروغ بگیم، نمامی کنیم، اینا همه در جای خود درست. اما اگر این ملامت به این خاطر است که دیگری هم زید میخواد من مطابق با آنچه که او فکر میکنه زندگی کنم یا او رو به هر قیمتی از دست بدم، نه، هرچند قدری در وهله اول عاد به نظر میاد یا عجیب به این معنی که خب ممکنه فلانی برنجه، اما خب دنیا از همین قراره. من شاید سالها پیش روزگاری که دانشوی داروسازی بودم اینجوری بودم، یعنی در احوال ملامتیه که یادم همون روزگار هم میخواندم، اون موقع به جانم نمی نشست چون فکر میکردم به هر حال راضی نگه داشتن دیگران مهمه. الان که با هم سخن میگیم 25 سال از اون ایام گذشته است، یعنی از وقتی که من داروسازی رو در اوایل دهه 70 شروع کردم، تجربه زیستم غنی‌تر شده، تأملاتم بیشتر شده و فکر میکنم بصیرتی در این سخنان هست، همان تعبیر اشکافی سلفی که مبتنی بر رمان پیرمرد دریای همینگوی آوردم و اون اوتنتیسیتی و اوتنتیک لایف یعنی اصالت و زندگی اصیل، به هر حال به من و شما میگه که شخص اول باید خودش برای خودش محترم باشه. این نه به معنای اروگنسه، نه به معنای خودشیفتگیه، نه به معنای خودخواهیه، نه به معنای نادیده انگاشتن دیگریست، نه، بلکه به این معنا که من باید سلامت نفس و رضایت باطن رو ابتداعا در خودم سراغ بگیرم، ساغر خودم رو به تعبیر حافظ پر بکنم و بنوشم تا به دیگران بتوانم بنوشانم. چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. خیلی نکته مهمی. من اول باید ساغرم پر باشه و بنوشم تا بعد بتوانم بنوشانم. خیلی از ما که
نگاه مهربانی به خود و دیگران دارید و احیانا اون صلابت و عرض می شود استحکامی که شخصیت غیر مهرطلب دارد کمتر در ما هست، خیلی نگاه و نظر دیگران برامون مهمه و از پی اونها روان می شود و به این معنا و به این قیمت که سلفش کثرت می شه، پاره پاره می شه. اما اگر کسی دقیقا از این زاویه نگاه کنه که اتفاقا اون دستگیری از دیگران وقتی در جای خود خوش می نشیند که من ساغرم پر باشه و اون رضایت باطن رو داشته باشم، اون اصالت رو تجربه کرده باشم، بعد به دیگری کمک بکنم در وهله بعدی، اون وقت کاملا از منظر دیگری به قصه می نگرم و به نحو دیگری روابطش رو با دیگران تنظیم می کند، ولو اینکه یه جایی از او برنجن یه افراد ملول بشن. من یا شما که موظف نیستیم دیگری رو به هر قیمتی راضی نگه داریم. لازم می‌فهمید اگر هم این در ذهن ما بوده است یا همچنان هم در ذهن ما هر از گاهی خلجان می‌کند، نگاه نادرستی اگر این مشق و مرام سالکانی چون مولانا و شمس رو مد نظر قرار بدهی که من از این حیث پیرو این بزرگانم و گفتم باید البته دخل و تصرفی در اونها بشه، برخی افرادهایی که ملامتیه داشتن در خور فرو نهادن است، اما اصل ایده به توضیح که ذکر کردم بصیرتی داره و برگرفتنی است و کمک میکنه به رضایت باطن و خودی که از بلوغ روانی برخوردار است. قرار نیست همه از من راضی باشه، قرار نیست همه از شما راضی باشه به هر قیمتی. ما یه بار هم زندگی میکنیم، نه سه بار، و از تجربه ها درس میآموزیم و مطابق به اون تجربه ها پیش میرویم. لازم میفرمایید همین حالی که کنار هم بگذاریم و من این پاراگرافی که از مولانا خواندم، اکنون این قوم که بر ما می آیند اگر خاموش می کنیم ملول می شوند و می رنجند و اگر چیزی می گوییم لایق ایشان می باید گفتن ما می رنجیم، فکر می کنم وقت روشن باشه که به چه معنا هم از رنجش خود یاد می کنه هم از رنجش یاران، و این تضادی بوده که با آن دست به گریبان بوده مولانا. و البته برای اون چنان که من میفهمم پرداختن به خود و این که رنجش خود رو به هر قیمتی نخواستن آن چیزیست که توصیه همسال مولاناست برای تجربه کردن رضایت باطن و احوال خوش معنوی رو نصیب بردن. این در وهله اول است تا بعد وقتی که ساغر پر میشه به امور دیگر هم فرد بپردازه. خب اگر اجازه بدید من بخشهایی از یکی دیگر از فقرات فیه مافیه رو قرائت بکنم و پس از آن بحث امروزمون رو ختم کنیم. این بخش هم اشاراتی داره به مثنوی و یکی از مضامین نقد مولانا و توسطان نگاهی که ما به عالم انسانی داریم رو به بحث میگذاره. وقتی که از یار سخن میگه و از قوه خیار و بعد در باب قوه خیال و اینکه خیال تقویت شده چه فانکشنی در زندگی داره، چه کارکردی در زندگی ما داره، اینا همش قابل تأمل و درس آموز است. میگوید که بحث بیشتر این بماند برای نوبت آتی چون خیلی مطلب توی این بخش هست، اما خب بخشایش رو امروز خدمت عزیزان میگویم و تتمش رو هفته آینده امشب. از اینجا آغاز میکنه که یار خوش چیزیست، یار خوش چیزیست، زیرا که یار از خیال یار قوت میگیرد و میباند و حیات نو مییابد. خب چه عجب میآید، مجنون را خیال لیلی قوت میداد و قضا میشد، جایی که خیال معشوق مجازی را این قوت تأثیر باشد که یار او را قوت بخشد، یار حقیقی را چه عجب می داری که قوتها بخشد خیال او در حضور و در غیبت. چه جای خیال است، آن خود جان حقیقت هاست، آن را خیال نگوید. عالم بر خیال قائم است و این عالم را حقیقت می گویی
جهت آن که در نظر می آید و محسوس است، جهان پیرامون رو می گوید. و آن معانی را که این عالم فرع اوست خیال می گوید. کار به عجز است. خیال خود این عالم است. که آن معنا فرد چو این عالم پدید آرد و بپوسد و خراب شود و نیست گردد و باز عالم نو پدید آرد. و او کهن نگردد. منزه است از نوی و کهنی. فرعهای او متصفند به کهنی و نوی و او که محدث این هاست از هر دو منزه است و ورای این هر دو است. خب تا همینجا من توضیح بدهم و نکات متعدد اون رو تا جایی که میرسیم به بحث بگذارم. بذارید برای اینکه اوقاتتون خوش بشه، مولانا اول میگه یار خوش چیزیست. تعبیر خوش رو که به کار میبره و اوقات خوش رو، من غزلی از غزلیات دیوان شمس رو هم که در آن تعبیر خیال به کار رفته و بعد مقوله خیال انگیز بودن و خیالین بودن رو که دیدیم بحث خواهم داد. انشالله کمکی میکنه به آن. ببینیم از چه قراره. میگه که غزل نسبتا مشهوره و ابیاتی از اون رو اساتید آواز ما خوانده اند. من که حیران ز ملاقات تو هم، چون خیالی ز خیالات تو هم. به مراعات کنی دلجویی، آه چه بی دل ز مراعات تو هم. گر کرامات ببخشد کرمت، مو به مو لطف و کرامات تو هم. نقش و اندیشه من از دم توست، گویی الفاظ و عبارات تو هم. چه کنم ذکر که من ذکر تو هم، چه کنم رای که رایات تو هم. دل زجاج آمد و نورت مصباح، من بی دل شده مشکات تو هم. ای مهندس که تو را لوحم و خاک، چون رقم محو تو و اثبات تو هم. سنوری هم شد و فی انفسهم هم تو هم خان که ز آیات تو هم. خب بیت آخر اشاره به یک از آیات قرآن داره. سنوری هم شد و فی انفسهم هم تو هم خان که ز آیات تو هم. بیت اول رو دوباره در نظر بگیرید. شما این رو حالا در یک کانتکست عاشقانه رومانتیک هم میتونید این غزل رو بخوانید. خب بیت آخر البته نشان میدهد که در یک سیاق باطنی عرفانی هم شاید اون رو بهتر بشه فهمید. الان یه حال این قصه خیال، من که حیران ز ملاقات تو هم، چون خیالی ز خیالات تو هم. من یه خیالی از خیالهای تو هم. حالا این خیال اینجا به چه معناست مولانا به کار میبره؟ یه معنای از خیال همطور که ابتدا خواندیم میگه که اصلا نقش قوت بخش داره. خیال انگیزی این که یار از خیال یار قوت میگیره. یعنی معشوقی و عاشقی رو رابطه رو در نظر بگیرید، یا دو کسی که رابطه رومانتیکی دارن، میگه یکی از این یارها از خیالی که راجع به دیگری داره حتی فکر کردن به اون هم احوالش رو خوش میکنه. در خیال میگه قوت میگیره، میباره، حیات نو پیدا میکنه. و بعد مثال میزنه میگه مجنون را خیال لیلی قوت میده. یعنی در خیال خودش، در خاطر خودش به لیلی فکر میکن. همین باعث میشد که جان بگیره، اوقاتش بهتر میشه. توجه میفرمایید؟ خب حالا اگر معشوق مجازی به قول مولانا اینطوره و قوت میبخشه به فرد، چه جای معشوق حقیقی که ذکر و فکر و اندیشیدن به او فرد رو به پیش میره و میگه در این صورت اون وقت اون دیگه جان حقیقت هاست، اون رو خیال نمیگه. یعنی اگر معطوف به این باشه که اون خیالی که به سر وقت فرد آمده است معطوف به یه امر حقیقی باشه، معطوف به یار حقیقی به تعبیر مولانا. اما این رو شما نگه دارید، در کنار این ببینید توضیحی که میده در باب این که عالم بر خیال قائمه به چه معنا. در مثنوی
جایی میگه که حالا از دیوان شمس براتون خواندم در باب اینکه خیالی از خیالات تو هم. در مثنوی میگه چی؟ بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان. خب این به چه معناست؟ اینکه جان ما لگد کوب شده از خیال. در مثنوی این رو میگه مولانا، جان همه روز لگد کوب شده از خیالهایی که میاد، خواطری که میاد و رد میشه، نی صفا میماندش نی راه بد. میگه که جانی که جان همه روز لگد کوب از این خیالها. خیالها یعنی چی؟ یعنی این اموری که خطور میکنه به ذهن آدم، آنچه که در ذهن ما جاریست، در ذهن ما خانه میکنه، انواع این فکرهایی که در باب دیگران میکنه، در باب خودمون میکنه، اموراتی که جاری و ساریان در زندگی ما و خیلی از اونها در زمره خیالات ماست، یعنی نسبتی با عالم واقع نداره. توجه داری؟ یعنی حتی اون ننگ و فخر و صلح و جنگ و پیروزی و شکست به این معنا که زوال پذیرن و حقیقتی در زمره حقایق این عالم نیستن، اما ذهن ما معطوف به آن میشه. جان همه روز از لگد کوب خیال که مولانا میگه، مرادش اینه. شما اینجا خیال رو نه به معنای هپروت بگید، راجعه میفرمونی، نه یعنی آدم خرافاتی، آدمی که خیالاتیه به تعبیر رایج ما، نه، مرادش اون تصویریست که از یه اموری در ذهن ما شکل میگیره اما بقایی و دوامی ندارن، هرچند ما رو به خود مشغول میکنن، جان ما رو لگد کوب میکنن به تعبیر خودم. جان همه روز از لگد کوب خیال، این خیالها، این فکرها، به تعبیر امروزی ها نگتیف ثات ها، نگتیف اوتوماتیک ثات، یعنی این افکار منفی که ذهن ما رو در چنبره خود احاطه میکنه، لگد کوب میکنه روان ما رو، لگد کوب میکنه خیال ما رو. و دنیا بر همین خیالات به این معنا قائمه، بر خیالی صلحشان و جنگش و خیالی فخرشان و ننگش. این دنیا به این معنا بر خیالات قائم شده است. حالا من یه بدون این که بخوام دچار خطای آناکرونیزم و زمان پریشی بشوم، وقتی که این بخش از سیه مافیف رو میخواندم و یادداشت‌های بحث امروز رو آماده میکردم، به یاد پاره از بحث هایی که در روان شناسی جدید و عرض میشود که mental health به اصطلاح یعنی بهداشت روان و ذهن طرح شده است در سایکولوژی، در کانسلینگ، به یاد اونها افتادم که خب یک سالی است که این امور هم چنان که افتاده دانید مشتفلن و خیلی این شباهت برام عبرت انگیز و لذت بخش. بازم تأکید میکنم بدون این که بخوام دچار خطای زمان پریشی بشم، از این انگیزه ها هیچ وقت نداشتم که چی، که یعنی بگم این حرفی که امروز برخی میزنن، حالا کسانی که متخصص در CBT هم، یعنی عرض بشود شناختی رفتاری درمانی، یا کسانی که در حوزه مایندفولنس و ذهن آگاهی کار میکنن، عیناً همون حرفای مولانا و بودا رو زدن. نه، من چنین انگیزه‌ای ندارم، هرچند قرابت خاری از اوقات قرابت ها چشمگیره، اما این دچار خطای زمان پریشی شدن به نظرم باطل و به لحاظ روش شناختی کلن قیاس کردن جهان جدید و جهان قدیم به این نحو راهی به جایی نمیبره. البته که میشه از شباهت ها سخن گفت. چندی پیش من مطلبی نوشتم و در باب دیفنس مکانیزم ها، یعنی مکانیزم های دفاعی به روایت فروید، مطالبی رو ذکر کردم و اینکه که تحت کم ما دو نوع برای به یه تقسیم مندی کلان مکانیزم های دفاعی داریم. یکی این مکانیزم های دفاعی بالغانه و پخته، مچور دیفنس مکانیزم، و دیگری این مچور دیفنس مکانیزم های دفاعی غیر بالغانه. و یکی از مکانیزم های دفاعی غیر بالغانه پروجکشن یا فرافکنیه، این که من چیزی در خودم هست
اما نمیخوام با اون رو به رو بشم، نمیخوام باهاش مواجه بشم، اون گیر و گرفت رو در خود ببینم، اون رو به شما منتسب کنم، از خود خرابی افکنم. بعد این رو اشاره کردم به از قضا فقره از سیه مافی که ما در جلسات نخست خواندیم که گویی اگر از کبر و حسد و خشم در تو چیزی هست، اون رو تا وقتی در خود است چندان نمیبینی، اما در دیگری که میبینی برمی آشود. و بعد اون مثالی پیلی رو میزنی که بردنش دم چشمه و وقتی که داخل آب رو نگاه کرد شروع کرد به رمیدن و ترسیده بود و نمیدانست که از خودش داره میرمه، نه از کسی دیگه، چون چشمه و آب آینه صفت خود او رو به اون نشان داده. این یکی از مکانیزم های دفاعی نابالغانه است. باری آنچه که در سیه مافی آمده از حیثی قرابت قابل تأملی با این سخن فرویدی داره که البته در باب ضمیر ناخودآگاه در قرن 20 سخن میگفت. حالا ملاحظه بفرمایید، آنچه که اینجا راجع به خیال و خیالین بودن و در چنبره خیال زیستن گفتم، برگرفته شده از کلام مولانا، با آنچه که امروزه از آن تحت عنوان تفاوت میان ذهن بازیگر و ذهن تماشاگر، player mind و spectator mind از سوی، و بعد تفاوت میان mental event و fact یعنی وقایع از میشود ذهنی، mental event وقایع ذهنی و واقعیت، ازش سخن بمیارم. این رو توضیح میدهم و بحث امروز رو حرف میکنم. تکمله آنچه که راجع به خیال انگیز بودن و عالم خیال اینجا مولانا در فیه مافی آورده است بماند برای هفته آینده. ملاحظه بکنید در اون تفکیک بین ذهن بازیگر و ذهن تماشاگر، اون ذهنی که اصناف پاشانی ها و پریشانی ها در آن یافت میشه، اون ذهن بازیگر، ذهنی که روشنه، ذهنی که به تعبیری که اینجا مولانا آورده بر خیالی صلحشان و جنگشان و خیالی فخرشان و ننگشان، ذهنی که نویزیه به قول اکارت توله، و خب انواع این خیالات توشه دیگه. بازم میگم خیال رو به این معنا بگیرید، نه خیالاتی شدن، چون مستعد رهزنیه. این رو باید تأکید بکنم تا سخنم جا بیفته. نه خیال به معنای خیالاتی، نه، خیال یعنی آنچه در ذهن شکل میگیره، چنان که از کردم ناظر به امور جاری و ساری در زندگی. این که من فخر میفروشم نسبت به شما در ذهنم، من از او بهترم، من از او پولدارترم، خوشتیپترم، مشهورترم، باسوادترم، شما راجع به من چیزایی میگید، و همین قیل و قالهایی که از جنس خیاله، از میشود فخره، ننگه، صلح، جنگ. شما صلح و جنگ رو نه ناظر به فرض کنید که از لشکرکشی فقط بگیره، در مناسبات انسانی من با کسی صلح هم، بعد با کسی در جنگ هم، در خلوت او رو کلی مذمت میکنم، بعد یه موقعی احوالم خوش، اینجوری بگیرید صلح و جنگ. ما من توسط هم میشه صلح و جنگ دو ملت، اما در عالم انسانی ما در خیالمون هم با امروزه صلحیم، در صلحیم، در جنگی، فخر میفروشیم، ننگ در میان. اینا اون امور خیالین است که ما رو در چنبره خود احاطه کرد. خب ذهن بازیگر از این حیث پره، انواع این قیاس ها، پاشانی ها، پریشانی ها، استرس ها در اون موج میزن. این ذهن بازیگر. ذهن تماشاگر از این حیث خیلی کمتره. ذهن بازیگر رو من توی اون سخنرانی که صورت ادیت شدهش، منقح شدهش، تحت عنوان ذهن آگاهی در هشت کتاب سپهری هم منتشر شد، از این تعبیر استفاده کردم که در لیترچر جدید به اون ذهن مانکی مایند هم میگن، شاید دیده باشید، ذهن میمونی. چرا؟ چون میمون از این شاخه میپره به اون شاخه، از اون شاخه میپره به اون شاخه. اون ذهن خیلی شلوغه، هم گیل و قال داره، هم از میشود که خیالات عجیبی توش هست، و این پاشانی و پریشانی برخی از اوقات وقتی کنار کسی که هم چیز ذهنی هم داره میشینی به آدم منتقل میشی، یا آدم میتونه اون رو حس بکنه. این خیالین بودن است که خب تلخی داره، پاشانی داره، پریشانی داره. بر خیالی صلحشان و جنگشان و خیالی فخرشان و ننگشان.
و در این حال عالم رو و آدمیان رو به خودم مشغول می‌داره. من میتونم ماها، روزها، هفته ها با شما در خلوت راجع به شما خیالاتم به گردش در آیدم. راجع به امر، راجع به زید خیالین بودن و همین توضیحی که گفتم. اما به میزانی که فقط ذهن تماشاگر پیدا میکنه و این پلیر مایند به مخاطب میره و فرد به نظاره کردن خود میپردازه و خود رو با خود قیاس میکنه که کار ساده‌ای هم نیست اصلا و ابدا، به میزانی که فرد این کار میکنه از این خیالین بودن و این که مولوی میگه عالم بر خیال قائم است فاصله میگیره. توجه میفرمایید؟ و اما دوباره دوم رو بگم و عرضم رو خط کنم، اگر دوستان ملاحظه‌ای داشتن البته در بخش پرسش و پاسخش میپردازیم و انشاءالله تکملش هفته آینده. اون دوگانه دوم که گفتم منتال ایونت و فکت، یعنی یه امری هست که وجود داره اما وجود ذهنی داره، یه واقعی ذهنیه و یه امری که واقعیه. خب خیلی از مواقع ما با اون منتال ایونت ها کار داریم، این همون خیالاتیست که مولانا ازش یاد میکنه بدون اینکه لزوما ما به ازاد داشته باشه، ولی این ما رو به خود مشغول میکنه، مناسباتمون رو حول اون سامان میبشه و پیش میدیم. مثال بزن، فرض کنید که مثال ساده با شما از بی هم میتوانید مثالهای جدیتر و مهمتر بزن. من میام نزدیک بنیاد سهروردی و دارم میام شما مزون برای خیابون ردش، من به شما سلام میکنم، سلام تکو میدم، سلام. شما از اون ور من اینجوری میبینم که شما منو نگاه کردید و رد شد. خب چند جور حالت متصوره در تفسیر آنچه که رخ داد در عالم خارج. یکیش اینه که خب شما من رو دیدید و بیمحلی کردید و نخواستید جواب بدید، رفت. همین امری که من در ذهن خودم اینگونه تفسیر کنم و بعد ناراحت بشم، همون تنها شکل متفرد نیست. یه شکل دیگه اینه که شما اصلا منو ندیدید، من فکر میکنم شما منو دیدید، نه منو دیدید نه سر تکون دادم. یه شکل دیگه اینه که دیدید اما عجله داشتید، گفتم میرم بعدم به فلانی مسیج میدم، پیام میدم، زنگ میزنم. یه شکل دیگه اینه که گفته که من برم اون طرف خیابون، فرض بفرمایید که رفتی کارم تموم شد، برم اصلا به آفیس و دفتر ایشون سر، و حالا میشه شقوق دیگه رو هم در نظر گرفت. یکی از اینها واقعیه، توجه دارید؟ فکتیسیتی مال یکیشه، اما منتال ایونت ها یا وقایع ذهنی و تفاصیل متعددی که ذکر کردن همه اینا متصوره. پاره از اوقات دست کم پاره از اوقات، در برخی هم میشه گفت خیلی از اوقات، در برخی از انسان ما به جای اینکه با فکتیسیتی مواجه بشیم بلا فاصله به سراغ منتال ایونت هایی میریم که لزوما ما به ازا ندارم. یعنی اگر اون حالت اولی که من گفتم که به من برخورده باشه و ناراحت بشم اما شما منو ندیده باشید، فکتیسیتی اینه که شما منو ندیدید، اما منتال ایونت من اینه که شما منو دیدید و به من شم محلی کرد. من نمیگم اون شکم نمیتونه باشه، چرا ممکنه من شما منو دیدید واقعا هم خواستید به من این محلی کنید، اما اون تنها شق نیست، اون تنها شق نیست. ذهنی که اسکیلفول نیست، ذهنی که مهارت مکری به درس نیاورده، مطابق با این دوگانه بیش از آن که یا در وهله اول میره سراغ اون منتال ایونت ها، یعنی رفلکسیو مواجه میشه نه اسکیلفول. توجه دارید؟ یعنی نه از سر مهارت بلکه به نحو طبیعی واکنشی که ابتداعاً به ذهن او متبادر میشه. حالا ملاحظه میفرمایید روشنه که این مضامین مال لیتریچر قرن 20 و قرن 21 و چنان که عرض کردم هیچ این نیست که عین این مضامین رو بخواید در کلام مولانا یا هر فیلسوف و سالک و نویسنده پیشا مدرن سراغ بگیرید. حتی این رو ما این دیسیپلین رو چنان که میدانید با فروید آغاز شده، یعنی متعلق به اواخر قرن 19، اوائل قرن 20، قرن 16 هم البته بشیرت ها و بارقه هایی از این دست براسار متفکران بوده اما دیسیپلین تحت این عنوان نبوده. در این حال قرابت قابل تأملی
موج میزنه. و این که اگر نگاه بکنیم ما عجب چقدر دنیای ما به این معنا خیالیه و ما چقدر با خیالها زندگی میکنیم و اوقاتمون رو سپری میکنیم. خیالهایی که در جای خودش تلخ کامون میکنه. بر خیالی صلحشان و جنگشان، این جنگهایی که در ذهن و ضمیر ما خانه کرده، لانه کرده، آدم رو تلخ کام میکنه. خیالی هم هست به توضیح که ذکر. ننگ و فخر هم همینطور. و جان همه روز از لگدکوب خیال، این خیالات به این معنا جان رو، روان رو، زمین رو همه روزه لگدکوب میکنه و فرد پاشان و پریشان میشه به تعبیر. به همین خاطره که مولانا از خیالین بودن این عالم سخن میگه. و البته آدم هایی که از فراستی و تفتونی برخوردارن در مینوردن این خیالین بودن رو که در جای خود نوبت آتی بهش میپردازیم و عزیزان هم میتوانند در اون باب البته گمان زنی بکنن. تا همینجا بحث رو نگه داریم. اگر ملاحظه‌ای نکته‌ای دوستان دارن بفرمایید تا پس از آن بحث امروز رو ختم بکنیم. ممنونم. در نکته خاصی که آدم اون بحث اولیه داشتید، ما در جامعه همون فرصفانه به این بگیم میدیم این بخصوص در رده های بالای مملکت زیر دست ها همیشه صحبت میرون میکنن اونو رده های بالا دوست دارم بشنن. این از بالاترین مقام اون کشور اجرا میشه تا پایین تر میشه در چه جمعی که من بارها دیدم آقای خامنه‌ای نشستن روی سپیده دیگران حرف های میزنن که ایشو خوشش را داشتن دوست داره بشن و این در مورد بقیه هم هستش. در مورد این کارها پیش که ایران بودم مطابقه داشتن یه جا که جمعی بودیم، ما هم بودیم، آقای وزیری بود که خب آقای بیشبادی در باید کپسیتی یک کارپونه را صحبت میکرد که این ما تولید این رو به 200,000 تن در سال خواهیم بسن برای که من اکیده کافی از اون کارپونه داشتم. تنها کس که بارن شد گفتن آقای وزیر ببخشید این کارپونه برایش 100,000 تن دیزاین شده، شما چجوری میخواین 200,000 تن افزایش بود در حالی که هیچ چیزی اضافه نمیتونید نشده بگیم وزیفه نمیخواد بکنید. تنها کاری که میشه کرد با اون چیزی بود که نرش گفت که اسم این آقایی یادداشت کن بعدن به من بده، منظور این که برخلاف میل ایشون صحبت شد همه هم و اپیدمی شده تو من بده چیزی که جاهای دیگه کمتر میتونید ببینید، اینجا نمیتونید ببینید. اگر کسی از بیانات یه نفر خوشش نیاد بزن میشه و براحتی هر کشی میزنه، اصلی هم نداره، ولی اینجا اصلا اینجا نیست. اینو بهش میگن چاپلوسی، چاپلوسی متداول شده. یه خود جلوتر داریم اسم بعدش هم میزنم پاچه‌خواری. پاچه‌خواری همینجوری شده، همه دوست دارن که زیر دستاشون به این شکل باشن. در این طریقه همون صحبت در جامعه همون نتیجهش همون نیست که شما فرمودید. درست میگم دیگه؟ کدوم نقشه در عرض من درشه؟ یعنی اون سخن مولانا در باب فقیهان رو میگید یا اون ملول شدن رو میگید؟ بله. آها آها بله 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 درست. اینش که همه دارن حرفشون میکنن ولی در عمل نمیشه متاسفانه روز به روزم بدتره. بخش بزرگ این مورد هم شما میبینید که چون تمام جریانات مال اینش که ما در جامعه نتیجه مناسبی بگیدون دیگه، اینا رو کاغذ باشه که چه فایده داره؟ باید در جامعه
نتیجه درست از این صحبت ها بگیریم. ولی نتیجه درستی نمیگیرم. میبینیم که ما مرتب آمارهای غلط به مردم میدن. آمارهای میدن که دیگران که کنارشون هستن خوششون بیاد. بله. خوشایندگویی آمار میدن. در حالی که واقعیت نداره. در حال ممنون از این صحبتاتون نتیجه خوبی که جامعه نمیده متاسفانه. بله. امیدواری میجور نشه. بله. خب شما علی جان چه ساعت؟ بفهم یه خود بلندتر. از هم بکنسون چه؟ از آخر میانم بفرد دو نسانی که یک فردی که من خیابون هستم در این واقع افکار متفاوتی اصلا فقط یکی از اونهایی که مفرد باشه این قدرت تذیرایی این مسئله که صرف هم جزی من ذهنم سندر هستم در این سناریو میتونم برسن باشم برای شانسته اتباه هست این فدیاس برسن تیوری اف مایند را پیشنم یکی افراد را از این بحث خیلی حالا بحثنم نبودم و نشدم مدارد ذهنی و شناختی که صرفا در حالا تعاملات اجتماعی و حالا تعاملات ذهنی صرفا یک سناریو رو در نظر میگیرن و سناریوهای متفاوتی که میتونه حاکم باشه رو کلن به اصطلاح ایزوله میکنم یا بیرون از سویتی دریافتشون و از جنبه پشتکتیب تکنیم دیوان رو از باب مثلا اینکه در مورد خیال مطرح کردیم و این به سوال بود برای ذهن من این چیزی که فتحی که از شمس آیا این درست هست من اینطور دریافت بکنم که میشه گفت که بخشی که مولانا میگه اخلاقی طورشون میگن بکنم بیشتر اخلاق اینجا منظور چین افکار رشته افکار زنگیره افکار هست و اینجای که شمس بهش وجود میده بیشتر از جنبه دیترینینگ یا ترینینگ اختیاج هست و حالا یه مفردی هم که آبودیم که باکی مانیفونس بیشتر کنترل کردن این رشته افکار موضوعیت داره و ترازمی بله نکات خوبی طرح کردید. من قبلش حالا جناب کبیری اشاراتی کردن من یه خاطره ای فقط در این باب ذکر بکنم و بعد بریم به نکات نیکویی که شما طرح کردید. من یادم روزگاری که ایران بودم و خب در دانشگاه داخل کشور تدریس میکردم و عضو هیئت علمی انجمن علوم فلسفه یا مؤسسه تشریفی علوم فلسفه بودم. یادم توی یکی از این جلسات با یکی از همکارا داشتیم یه پیپر مشترکی تو حوزه اخلاق و مدیریت می‌نوشتیم. یعنی این رو از این جهت میگم که اون کسی که اومد توی این جلسه مربوط باشه به حوزه کاری من این مربوط نه. این دوست ما آقای دکتری بود که دکتری مدیریت داشت و ما با هم روزگاری که ایران بودیم چند تا کار مشترک کردیم تو حوزه اخلاق و مدیریت. یعنی مرادم از اخلاق یعنی به هر حال نورماتیو اتیکس و عرض می‌شود حوزه منیجمنت و استفاده اگر حافظم درست یاد بکنه توی HRD Human Resources Development چند تا پیپر اونجا حالا مرادم اینه. یه روزی که ما با ایشون کار میکردیم توی آفیس این دوست ما یه آقای دکتری آمد نام نمیبرم نشست و ایشون اون موقع رئیس اداره آمار کشور بود. یعنی قبل از اون وقتی که آمده بود اونجا مثلا چند سباهی بود دیگه رفته بود کنار یا به تعبیر دقیق‌تر برکنار شده. خب دوران
آقای احمدی نژاد بود و ایشون از جلسه نقل میکرد که روزگاری که ایشون بوده مثلا حال چند ماه قبل از اون که آقای احمدی نژاد و یکی از وزراشون آمده بودن در اداره آمار و یک کسی که یه دانش آموخته آمار و کسی که کار تکنیکال میکنه داشت گزارشی میداد راجع به وضعیت اقتصادی کشور به گواهی آمار در دولت خاتمی رو با دولت احمدی نژاد قیاس میکرد. این مثلا سال فرض فرمود 87 بود، اواخر 87، یعنی روزگاری که دولت ایشون داشت به پایان میومد دوره اولش. بعد حالا ایشون این دوست ما اونجا این آقای دکتر اینجاش یادم نیست که چطور اون آقایی که داشت این پرزنتیشن رو که میگم میداد توجیه نبوده به این تعارفاتی که ایشون اشاره کردن. اینجاش یادم نیست چرا به سبب دستشون در رفته بوده آنچه که میگم. این طرف جوانی بوده 27-8 ساله از امریکا آمده بود و دکتری تو آمار داشته و دست برغذا چی بوده توجیه نشده بوده که وقتی که داری گزارش میدی چجوریه. بعد ایشون میگه منم نشسته بودم و ایشون داشت گزارش میداد، توضیح میداد سالا رو اینجوری بوده اینجوری بوده و حالا من بلد نیستم، یه ضریب جینی رو اشاره میکرد به اینو و میگه کلی توضیح داد. ظاهرا ضریب جینی تا جایی که من یادم هست ایشون میگه هر چی که کمتر باشه ساین بدیه در قیاس با ضریب جینی زیادتر. بعد میگه ماحصل گزارش ایشون این بود که ضریب جینی در 3 سال دولت احمدی نژاد بسی کمتر از 4 سال دوم آقای خاتمی و حتی از دوران آقای هاشمی که اون فکر میگم با همه اینا رو با هم قیاس کرد، از اون هم ضریب جینی کمتر. یعنی توزیع ثروت و توزیع درآمد اونقدر که من یادم گزارش میکرد و اینکه چگونه نسبت. خب حالا مراد هم اینه گفت اینا رو گفت و توضیح داد و گفت اینجوری که همینا رو گزارش کرد و گفت احمدی نژاد هم نشسته بود آقای احمدی نژاد و یکی از گزاراش گفت همینجوری ایشون نگاه کرد و نه نمیشه که، یعنی ما تو این 3 سالی که رفتیم و فلان بود ضریب جینی فلان شد ایشون رو آره نه ما این همه سفر استانی رفتیم اگه میشه اونم برگشت گفت بی خود رفتی ربطی نداره سفر استانی به چیز بگو با همین لحنان گو ربطی نداره حالا شما 10 تا دیگه برو سفر استانی. ضریب جینی با یه محاسباتی حالا او گفتی که یه عدد و رقمی داره و یک منحنی هایی که پراکندگی ثروت نسبتش بیزار درآمد اشتغال زایی فلان بگو اینقدر براشفته شد آقای احمدی نژاد و اون وزیری که باش بود اصلا معلوم بود. میگو البته ما هم جا خوردیم از نحوی سخن گفتن این جوان و میگفت به فاصله چند روز پس از آن جلسه خلاصه کلی از این معاونان رو در اداره آمار عوض کرد و توضیح داده بود که اینها سبک و سیاق غربی فکر میکنند و آمده اند که دستاوردهای انقلابی دولت ما رو نبینند و با اسباب و ادوات پوسیده غربی میخوان که فی المثل شکاف موجود طبقاتی اون دوران و دولتها رو نبینند و فکر کنند اینا محصول کار ماست. از همین ببخشید یاوه هایی که همه ما میدانیم و از میشود عدم تخصص و بینش و تعهد که از میشود مشخصه اون دوران ویرانگر 8 ساله ایشون. باری مرادم این بود که این اگر خلاف آمد عادت بوده اون بنده خدا توجیه نبوده. گفت ایشون هم موضوعش از اونجا خواستن. تو البته مهم نبود برایش اومد بود کمک بده. خود ما نبود. حالا ولی این قصه بله خب تحمل نمیشه با عرض میشود که با کنش های تیز و تندی هم به جای خودش انجام میشه. اپیدمی شده این ایران امروری ریاکاری شارلاتان بازی در جامعه ما به خصوص زده های پایین نسبت به زده های بالا همه گیر شده. عرض کردم ببینید همه وزرا و غیره و غیره و غیره میرن صفت آقای خامنه‌ای با اون رده بالاتری میگه شما از بالا بگید که بکنید آن چیزی رو میگن که این آقا شاعری که می اونجا شعر میخونه شعری میخونه که این آقا خوشش بیاد در که همه گیر شده که من مختصر خدمت بگم قبل از انقلاب من شیراز کاری میکردم یکی از این روچه ها شاه قرار بود به وقت اومد
اومده بود از ارتش سوم مشکل مستقر بود باستید کنه یا مانو بیهش کرد اون اتاق صحبت اتاق کنفرانسی که بود من هم دوزه مرعوبی بودم بقیه هم بود اون هم اونجا نشسته بود یک درگاردی اومد اون دلو شروع کرد به صحبت کردن و شروع کرد معایب تانک چیتری رو کرد انگلستان خریده بودن و چند بهش اومده بود و سفارشش چه خیلی بزرگی بود معایب رو گفت یک این مثلا قدرت مالو نداره دو اینجوری سه ببینید علنا اون چیزی رو که باید میگفت گفت شاه از این کار خوشش نیمد من که خوشش ده ولی میدونی چی کار کرد جریع هیئت رسیدن به انگلستان دیدنیت بررسی دیگه کردن و جلوی خرید چند تا چیفتر رو گرفتن تو دیدن داره درست میده حالا ببخشید بریم چون حالا کلاسه ما کلاس ما هم که کلاس سیاسی نیست من تاریخی هم نیست حالا شما فرمودید من راجع به نکات ایشون یه توضیح بدم و این رو هم بگم البته با چون نمیخوام بحث هم دو نفری بشم از بحثمون خارج بشیم والا نه من با کمال احترام راجع به شما در باب کارنامه اون شاه هم که شما اونجا زیستید ما نزیستیم یک خبر خاطرات نه الان اشاره به شاه کردی دیگه نه به افرادی که باید حقیقت رو بگن خب شما خاطرات علم رو بخونید شما خاطرات علم رو بخونید از علم نزدیکتر به شاه بریم آدم میخونه خجالت بکشه این آدم شاه من رو کرد اینقدر دروغگویی و چاپلوسی تو هم خاطرات علم من از خودم که نمیگم حیرت میکنه آدم وقتی که میخونه حالا نمیخوام بحث دو نفره بشه بعد بجاش میبعد من چند جلد همونطور که مستحضری چند مجلد از خاطرات علم منتشر شده بعد من خوندم اونا رو حالا از بحثمون خارج میشیم میخوام بگم اونجا هم به حال گفت که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گولش من درک خودم رو میگم و متاسفانه اون موقع هم استبداد سلطنتی از میشود تمام قدی جاری بوده که نشون میده چه جاهایی رو اتفاقا شاه دخالت میکرده و خلاف قول کارشناسا حرف میزنه من نمیگم جمهوری اسلامی نمیگه علم میگه که سالها نخست وزیر ایشون بوده اجازه بدید از این درد بذاریم حالا به جای خودش بحث میکنیم راجع به آنچه که اشاره فرمودید من به اختصار بگم اولا هر دو نکته رو کاملا با تو موافقم به این معنا اون اولی رو بذارید از یه تعبیر دیگه استفاده کنم اون نگاهی که از پرسپکتیو های مختلف میبینه بهش در مقابل black and white thinking یا dichotomous thinking کسیست که همین عرض بشود که به قول شما چند منظر رو با هم میبینیم میتونیم بگیم grey thinking در مقابل black and white thinking یعنی همون مثالی که من در آخر زدم اون کسی که کسی سلام نمی کنه و شکوه دیگری برای تفسیر دستارش داره موافقم با تو یعنی یکی از مؤلفه های پختگی و بلوغ روانی مطابق با آنچه که در لیترچر جدید بحث میشه اینه که فرد قدرت این رو داشته باشه که سیاه و سفید انگاری نکنه شروط مختلف رو مد نظر قرار بده توجه فرمودید به این معنا یعنی اون وقت احتیاج به مهارت داره سکیل پول اگه باشه کسی به نظرم این کارو بهتر و راحت‌تر میتونه انجام بده به این دایکاتومی تینکینگ یعنی ذهنی که دوگانه انگاری نمی کنه برای دوگانه سیاه و سفید میره بینم میگم و این اتفاقا یکی از میدونید انواع خطاهای شناختیه یعنی دایکاتومی تینکینگ یکی از خطاهای شناختی یا کاگنیتیو دیستورشن است که خب در رفتارهای ما دیده میشه و روان درمانگر میپوشه اون رو بزودایه به مدد کاری از راهکارهایی که اتخاذ میکنه در واقع نکته دومتونم ناظر به خیال و اینکه بر خیالی صلحشان و جنگشان و خیالی فخرشان و ننگشان فکر میکنم میشه اینگونه گفت که حالا انشاءالله نوبت آتی من بیشترم توضیح میدم و عالم بر خیال قائم است مولوی رو میشکافم بیشتر اما به این معنا آره یعنی یه امریست که ناظر به تصویر ما از واقعیت اما حیاتی در درون ذهن فرد داره این خیالا بینون این که لزوما ما به ازا داشته باشه حالا اگر این روشن‌تر میکنه
نکته بحث شده در کلاس و آنچه که شما گفتید رو به همین میزان بسنده کنیم. انشاءالله من توضیح بیشتری میدم. آها. اصلا که شمس از خیال داره با مولانا. مولانا تو لک شمس کدومه؟ یک بخشی رو خوندیم از تشکر شمس. یعنی موضوع که شعر مولانا است. یعنی چون خیالی ز خیالات تو هم اونو میگه تو دیوان شمس بود. خب؟ تفاوتی بین این دو تا هست؟ نه لزومن. من تفاوتی نه. با آنچه که اینجا خوندیم. ببینی میشه اون رو اولی آخر بیاتون هست دیگه. اول میگه یار خیال خوش چیزیست. زیرا که یار از خیال یار قوت میگیره. اون شاید از این جنس باشه. مثل مجنون را خیال لیلی قوت میده. یعنی اینکه خیال انگیزی به توضیحی که گفتیم قوت میده به بخش، اما خیالی که حیاتش درون ذهن فرده، یعنی اون رومانتیسایز میکنه، اون ویژوالایز میکنه مثلا رابطه‌ای که با محبوب و معشوق میتونه داشته باشه بدون اینکه به اون برسه لزومن. یعنی به این معنی یه امر خیالیه و این بخشی از اون خیالاتیست که عالم برش قائمه. میدونی این یه بخشی از اونه، چون میتونه این خیالات یعنی نرسیده باشه به اون و این میگه من یه خیالی از خیالات تو هم، حتی در این هم که در این حد هم که من خیالی از خیالات تو باشم باز خودش خوبه. میدونید یعنی تو در خیالات خودت به من هم فکر بکنی و من خیالی از، ولی همین حرف او داره خیال انگیزی میکنه، خیال اندیشی میکنه، میگه کاش من خیالی از خیالات تو باشم به تعبیر من. حالا ای حالاً عالم به این معنا بر خیال قائمه. من فقط میخواستم این رو توضیح بدم که این خیال انگیزی با فکتیسیتی و واقعیت میتونه متفاوت باشه و این سخن مولانا با اون منتال ایونت و فکت و دوگانهی که در لیترچر جدید بحث شده بی نسبت نیست و بصیرت زیادی داره و اینکه خیلی از ما معطوف به این خیالات زندگیمون رو سامان میبخشیم، معطوف به این فخر و لنگ و صلح و جنگ. توجه میفهم رو کنم بفهم آقای سوزید که بین شمس و مولانی چیزی که شما خوندین از تیمان یا غزلیات شمس بله گفتم نشده همون مولانیه، یعنی نه که شمس بله منظورشون فقط اینو مبهم بیان شد، منظورشون اون بود. بله درست. خب علی آقا شما معمولا نکاتی دارید؟ بله در شمس ایستاده و نکات ادعا بکنه که همه چیز رو میدانند و حس میکنند عالم هستی رو از دیدگاه عرفانی. ولی بحثی هستش که خود مولانا یک سفر طویل فلسفی داشته، یک فقیه بوده و بعد مولانا خروجی بوده و ادعایی که میکنه پای استدلال یا چوبین بود پای چوبین بود، ما تنها وسیله که داریم وسیله شناختن منطقه از در واقع لاجیکال تینکینگ ما میتونیم به ببخشید فرمایش شما ناظر به اون بخش اول بحث دلیلی نباید خدا رو اثبات کنید این چیزی که استیتمنت من میدونم بله حالا من نمیدونم چرا تدوینی نمی کنه از در واقع چرا ریزنی نمیده جاستیفیکیشن نمیده چه نباید اثبات بکنه از from the advent of the existence of human on the earth همه دارن در مورد اثبات خدا هست ولی شون یک کسی نیازی روش که اثبات بکنه خداوند رو درسته در حال که خودش سفر رو رفته و از یک دیدگاهی به عالم اشیا نگاه میکنه و فکر میکنه که هیچ دلیلی نداره که حالا یه سری logical reasoning در واقع بده که خدا رو اثبات بکنه. این من فکر نمی کنم زیاد مسمح نظر فیلسوفان الان باشه، چون ما باید استدلال بکنیم تا به معرفت برسیم. اگه استدلال نکنیم که نمیتونیم معرفت برسیم. ولی شما میگه اصلا استدلال نیازی نداره، شما همینجوری به معرفت برسید. چگونه؟ خموش و تهمش تو عرض میشود که حالا در این جمع امروز ما هم شما اهل فلسفه اید، هم آقا فرهام عزیز که ما از ایران خدمتشون بودیم و دانشگاه مفتی فلسفه و منطقن و خود من هم به حال در این عرصه ها چنان که افتاد و دانید سال هاست که مشغولم. والا شما شاید نبودید، نه این دفعه یادم در
ساختمون پیشین بنیاد سهروردی که اون موقع شرط مثنوی داشتیم، یکی دو حکایت از حکایات مثنوی که در اونجا آشکارا به اهل فلسفه طعن میزنه. اون فردی که داره میره و یک دوال داره، یادتون هست دیگه، که توش عرض میشود که هم گندمه، هم یادم نیست چه سنگی چیه که خیلی سنگینا رو گذاشته که این بلنش به هم نخوره. یه آدمی که عرض میشود که رفته از تو کار کرده، گندم جمع کرده، یا هش یا آقایی که داره رد میشه رهگذر رو میبینه و میبینه خب سنگینه این باید. بهش میگه که چیه؟ میگه آره اینو گذاشتم که این بلنس حیوان به هم نخوره. یه جوال گندمه، یه جوال هم سنگه، یا حالا کلوخه، هرچی که هست که این دوتا بلنسش برقرار میشه. این رهگذرم که ایستاده و اون سوار اون پیاده، بهش میگه که خب این چه کاریه؟ میگه چطور؟ میگه تو اون کلوخ و سنگ رو خالی کن کلن، بعد این گندم رو دو قسمت کن، نیمش رو تو این جوال بریز، نصفش رو تو این جوال. و همین جوری باز اون توازن برقرار شده، هم به حیوان فشار کمتری میاد، هم زودتر به مقصد میرسه. بعد اینم یه نگاهی میکنه سوار رو، میگه عجب، خب راست میگه. بعد میگه خب تو چی هستی چی هستی؟ میگه من فیلسوفم، اگر خاطرتون باشه اونجا اینه. و بعد خود باش سوال جواب میکنه، میبینه از مال دنیا چیزی نداره و خلاصه. بعد میگه برو از من دور شو، نمیخوام تو. و اون اندیشه فلسفی تو راهی به جایی نمیبرد. اونجا هم اصلا تنهایی میزنه در دفتر دوم مسته. من همونجا هم گفتم، الان هم که شما اشاره کردید، حالا اینجا که اشتباه پیازداغش کمتر بود، با همه احترامی که قائلم برای مولانا، این تخفیفی که در استقلال وزی یه جایی میکنه و با به رغم اینکه میفهمم زیست جهانش، میفهمم از کجا آمده، نه با این بخش از سخنانش من هم داستان نیستم. و همطور که شما هم آوردید، البته حالا نمیخوام بخش بیش از این به این مقوله اختصاص پیدا کنه، حالا در جای خودش میتونید سخن بگید. یه جاهایی هم وقتی که فلسفی رو البته، یا اینجا البته تقدیر اهل فلسفه رو به کار نبود، یه جاهای زیادی در مثنوی و آثار خودش متفلسف یا فیلسوف یعنی اهل اعتقاد، چون اشعری مسلک بوده، خب معتزله وقتی در میپیچیده به اونا میگفته فیلسوف. یه جاهای سخنانش نه مشخصا معطوف به مرد فلسفی تره، بلکه به اهل اعتزاله. اما علی حالن، بله خب متکلمان معتزلی هم به هر حال شهرت به این داشتن که از خصوص عقلی یاد میکردند و بر سر مهر نبوده، نه با ایشان نه با فلسفه یونانی. و به این معنا نه، من با او اینجاها هم داستان نیستم و فکر میکنم استدلال آوردم حالا از هر سنخش، بدون اینکه دیگه وارد بحث بشیم که حالا جستیفیکیشن چند نوع افیون رو بیزنیم، به نظرم مهمه. بله معرفت مؤلف است، چندین مؤلف است به قول معرفت شناسا، چنان که من میپندارم توش صدق و خصوصا توجیه و جستیفیکیشن محوریت داره. و به هر حال اگر کسی در روزگار کنونی نمیتونه به این نتیجه برسه که اصلی واجد ساحت قدسیه به هر معنایش، خدای تئیستیک، خدای دیستیک، خدای فیلسوفان، خدای ادیان و هرچی که هست، او رو مردک خطاب کردن و اینها، نه من باهاش هیچ هم دل نیستم. و این با گشودگی و به تعبیر جان هیک، هستی رو واجد ابهام ذاتی دانستن که فقاهتی نمیشه اون رو برش قائق آمد، عرض می شود که منافات داره، یعنی متفاوت. خب او در جهان پیشا مدرن زندگی می کرد، نباید یادمون بره. و به هر حال مشی او این بوده، من توی یکی از نوشته هم شاید شما دیده باشید، اصلا تعبیر ملحد رو و ملاحده و زنادیق رو پیشنهاد کردم همون به جاش خدا ناباوری به کار بدن، برای اینکه اون یه بار ارزشی داره، یه نگاتیو کانوتیشن داره. و در روزگار کنونی هم خدا باوری و خدا ناباوری توصیفیه و اونم ملحد و الهاد و زنادیق یا زنادیق ببخش و زندیق، اینا همه به هر حال به لحاظ تاریخی بار معنای مذموم داشته، این جماعت هم از بین برده انتا شده است. به همین خاطر نه، من اینجاها هم داستان نیستم و فکر میکنم دنیا خیلی پیچیده تر از اینه که اگر کسی حالا به هر دلیلی نرسید به این که هستی واجد ساحت قدسیه، اولا تن مطالبهی دلیل امر مهمی، هرچند دلیل انواع داره و منم اینجا کاملا
عنایت دارم این توشه میزن و شهودگرایی هست در جهان جدید ما میگه که استدلال اهم از استدلال استنتاجیه و همطور که فیزیکی میدانید لاجیکال سیلوجیزم اینا یه نوع استدلاله، همه اینا درست، من توجه دارم به اینها، اما نفس استدلال ورزی و موجه بودن مدعا مقوله مهمیه و الان خیلی آثار و نتایج سوء داره که من بگم شما از من بپذیری و اگر نمیپذیری یک گیر و گرفتی در تو هست، نطفت بدبسته شده، میدونی تنش به اینجا میرسه دیگه و خیلی بریم جلو. اون نه، خیلی باب ناموجهی رو به نظر من باز میکنی که من باش هم داستان نیستم. خب شما آخر هم نکته ای هست بفرمایید. خواهش می‌کنم استفاده کنم. یه دو تا چیز خیلی ریز بزنم که دوستان فرمودن. یکی فکر می‌کنم در مورد نکته‌ای که دوستان می‌گفتن که تفاوت زیادی هم من موافقم. فقط خب لازمه اینه که چیزی هم توجه کنیم که تفاوت عقل اینجا در مقابل چی قرار داده شده، در مقابل مثلا جهل و در مقابل مثلا یک تفاوتی به عالم یا به نظر من خب مولانا اینو در مقابل یک چیزی به نام عشق تفسیر میده. یعنی اینه که ما راجع به روشنایی که صحبت میکنیم بگیم شمع هم روشنه، خیلی با نگاه تحقیق آمیز میشه گفت شمع که روشنایی نداره، شمع در مقابل ظلمت خیلی عالیه، ولی شاید شمع در مقابل خورشید بی‌معناست روشنه. شما فکر میکنم که از دیدگاه مولانا و به نظر خود منم تا حدود خیلی زیادی همینجوریه، در مقابل چیزهای برتری مثل عشق که البته بسیار نادره، بسیار سخت به دست میاد و کمیابه، شاید عقل راه به جایی نمیبره، ولی در مقابل جهل، در مقابل بی‌تفاوتی، در مقابل اینا خب بسیار اتفاقا روشنی بخشه. و من فکر میکنم خود ادبیات مولانا، یعنی وقتی سراسر مثنوی با مثال با تقریبای ذهنی میاد، یعنی یه جور ابزارهای ذهنی بوده، یعنی مولانا نمیشینه یه وردی بخونه که یه کسی احساس بهتری داشته باشه، مدام داره از ابزارهای عقلانی اتفاقا داستان به نظر من یه ابزار کاملا عقلانی، چون سعی میکنه قرابتهایی از یه چیزی به یه چیز دیگه تشبیه کنه و این یه مکانیزم به نظر من عقلانیه، واسه همین روش خودش هم نشون میده که به نظر من عقل خیلی کاربرد داره، ولی شاید در مقابل یه چیزی که عظمت عشق خب چندان دیگه کاربرد نداشته باشه. و اون نکته هم که شما فرمودین چیز خیال رو که اینجا میگه به نظر من یه چیز خیلی جالبی که داره دکتر اونتیکر میخوندن، خیال خیلی پابند بیرون نیست و خیلی در حقیقت اون مقیدات و محدودیت های بیرونی و فیزیکال روش تأثیر نمیذاره. و من فکر می‌کنم یکی از ویژگی هایی که خیال داره قسمت مثبتش اینه که میگه حتی چه میدونم فرهاد و شیرین و هر کس هر عاشق و معشوق اگرمون نباشه با خیالش میتونه زندگی کنه، چون اون قید های عالم فیزیکی دیگه اونجا نیست و میتونه تماکان از اون بهره ببره. شاید این پارت مثبتشه. پارت منفیش هم اون میگه دکتر گفتن که خب میتونه هزاران چیز ناسواب و نادقیق و نابجام وارد شه به عنوان خیال، چون خیلی باز پابند در حقیقت مقیدات و محدودیت‌های بیرونی نیست، واسه همین هم میتونه کلی چیز ناجور بیاد تو فضای خیال، میشه همین ابهامات و همین تشویشاتی که ما داریم. ولی خب خیلی جهان به دلیل اینکه خیال محدودیت‌های عالم بیرون رو نداره، میشه با خیال محشوقش کسی سالها زندگی کنه، ولی اینکه محشوق حضور فیزیکی نداشته باشه. میگم یه همچین نگرانی مثبت منفی بزرگی راجع به خیال میشه بس به این دلیل که محدودیت های بیرونی رو نداره. حتی بازم جنبه منفی در واقع که با خیال محشوق بخوای زندگی بکنه هم جنبه منفی میشه. حالا این راشون خون بیند و به خواب هست به شخص و بیده رو بادیم خواب میگه یه بخشش منفی میتونه باشه به زمین من نلوزومن، یعنی شما میتونیم با قسمت مثبتی موضوع هم چون در عالم خیال میتونیم باهاش تصویرش کنیم، یعنی یه جور به هر حال اون عالم بیرون رو میبینیم، اون درخت رو در ذهنمون تصویر میکنیم و لذت میبریم. میتونیم خب اگه تو تورنتو نشستیم اون درخت واقعا هست چه بهتر که نگاهش کنیم، ولی یه کسی هم گوشه زندان سلول انفرادی افتاده میتونه کماکان با یه سری تصورات خوب خودش رو تسکین بده. به نظر من همش خود منفی نیست، جایی میتونه خیال کارت مثبت باشه. موافقم با این نکته، چون وقتم گذشته فقط به ایجاز و اختصار نکته بگم. حالا شما تش نداشتید اتفاقا چند جلسه قبل راجع به مثل و مثال تو فیه مافی مفصل ما بحث کردیم، اتفاقا اونجا من این نکته رو توضیح دادم که هم قصه نریشن و روایت و هم مثال زدن یه جور استدلال کردنه، اما استدلال استنتاجی و شهود یکی از منابع معرفت زبان معرفت شناسای جدید و کاری که مولانا میکنه و
و همه کسایی که یه امری رو نریت میکنن، روایت میکنن، به یه معنا از این ابزار و ادوات دارن استفاده میکنن. و به تعبیر درست و رهکشای شما، آره وردی نمیخونه، در این حال خب با عقل فلسفی هم اون مشکل رو داره. ولی خب چون اینجا مطلق استدلال رو اینجا به نوعی تحقیق میکنه، خب این نکات هم در جای خودش به نظر مهمه و اون قیاس شما قابل تأمل. نکته دومی که گفتید ببخشید چی بود؟ آها این قصه خیال رو هم با شما موافقم، یعنی اینجوری بگم که آره یه رمان نویسم به این معنی از خیالش استفاده میکنه، شخصیت های خیالیم به این معنی که میتونه منسلخ از واقعیت باشه بسازه، که خیلی هاشم اینجوریه و بعد اینا با هم تعامل دارن با یک دیگر و بعد پیش میرن. یه نکته ای که حالا ما قراره دو هفته دیگه راجع به ویکتور فرانکل اینجا ورکشاپی داشته باشیم، اتفاقا در همون کتابی که در موسیقی معنا نگاشته که به چندین زبان هم منتشر شده، خب یکی از نکاتی که بود در اون ایام سخت استخوان‌سوز آشویتس نگه داشتن این خیالاتش به این معنا بوده، با خیال این که آزاد میشه خانوادهش رو میبینه یا نه اگه خانوادهش هم کشته شدن، با این خیال که میتونه اینها رو بعدا منتشر کنه، اون بابت خیاله و از اینا انرژی میگرفته از این خیالات، در صورتی که واقعیتی بیرونی صلب و سخت و آدمهایی که مثل برگ درخت میافتادن و میمردن و یعنی خیال این جنبه هم داره، در این حال هر دوتاش با همه دیگه. و گفت ای قصابین گردران با گردن است، دوتاش با هم. خب خیلی ممنون از مشارکت و مساهمت و نکته سنجی های دوستان، انشاءالله هفته آینده بحث رو پی میگیریم.